سلام، سلام به شما عزیزان. خوش آمدید به تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود، نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در عرصه داخلی در ایران می‌گذرد، کرونا و پیامدهای آن، پیامدهای اقتصادی آن. بسیاری از کشورها خود را برای دوران پس از کرونا آماده می‌کنند، اما در ایران در این زمینه چه می‌گذرد؟ در بازار بورس تهران و پشت پرده آن چه دست‌هایی در کارند؟ آیا آنگونه که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی نیز می‌گویند این حبابی است که به زودی خواهد ترکید؟ و آنسوتر، نزدیکی آرام آرام بغداد به ریاض، دعوت از نخست وزیر عراق و رفتن او به عربستان، چه پیامدهایی در معادلات خاورمیانه خواهد داشت؟ و کشورهای نفتی اطراف خلیج فارس، از ایران تا عربستان و دیگر کشورهای منطقه، چه سیاستهایی را در ارتباط با کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در پیش گرفتند؟ با من و شما هستند دو میهمان امشب ما در لندن، آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آنسوتر در انگلستان آقای حسن منصور، تحلیلگر اقتصادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده خوش آمدید در لندن کرونا زده. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به جناب دکتر منصور و همینطور بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری دردمند. بله، و لندن هم چون گرفتار، مثل اینکه تعداد کشته ها و مبتلایان همینطور باز افزایش پیدا کرد، نه؟ بله، منتظریم آقای نخست وزیر روز یکشنبه چه سخنانی برای ما خواهند داشت. به هر حال انگلستان از ایتالیا زد جلو از نظر تعداد تلفات، مبتلایان هم بسیار زیاده، ولی به نظر میسه آقای نخست وزیر میخواد یه مقدار تعدیل کنه این به اصطلاح بندوبست و حصر رو، حصر خانگی رو. حالا باید ببینیم یکشنبه ایشون چه گزارشی میده. و آقای منصور گرامی سلام به شما، که شما هم میدونم در ارتباط با کرونا خانه نشین هستید. سلام به شما. عرض سلام جناب چالنگی عزیز، جناب دکتر نوری‌زاده گرامی و همه بینندگان عزیز. حدیث همه در خاص خانگی هستیم، سعی میکنیم وقت رو با مشق نوشتن و خوندن بابو. شما مثل آقای نوری‌زاده منتظر صحبت‌های آقای بوریس جانسون هستید، یعنی احتمالاً گشایشی در امور؟ نه چندان، برای اینکه اختلاف نظر وجود داره و اینکه در واقع نظر فنی و آقای بوریس جانسون این اجازه رو نمی‌ده، ولی فشارهایی که بر روی ایشون هست از طرف اداره مدیریت اقتصاد مملکت کاملاً قابل درکه. فقط این نیست، تمام کشورها این مسئله رو دارن. اداره کردن مشکل اقتصادی اگر طولانی بشه، این گرفتاری ها ممکنه خیلی جدی‌تر از مسئله کرونا بشه. از نظر دولت ها مجبورن تن به تصمیم های دشوار بدن. خب آقای نوری‌زاده، از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است در ایران. همه جا صحبت برنامه هایی هست، در انگلستان میبینید اختلاف نظرهایی هست، ولی همه برنامه است، بر سر برنامه چطور اجرا بشه، چطور این مصیبت رو اداره کنیم، پیامداش کمتر کنیم. در ایران شما چطور میبینید؟ مثل این زیر فشار مداحان و گوشه ای از روحانیون و اینها خیلی جاها رو باز کردن که قاعدتا نباید باز میکردن. درسته جناب چالنگی، نکته هست. ببینید، در همه جهان ممکنه در دادن آمارها
مبالغه بشه، کم بشه، زیاد بشه، از امریکا گرفته تا بریتانیا، اینجا هم ما این مسئله رو داشتیم. ولی از صبح تا شب به مردم دروغ گفتن، این فقط منحصر به جمهوری ولایت فقیه و احتمالاً چین و روسیه که و یا رژیم‌های دیگه اصلا مثل سوریه که دیگه اعتباری نداره. ببینید آقای روحانی با کمال وقاحت میاد میشینه میگه ما وضع اقتصادیمون خیلی خوبه. من اصلا میگم آخه چجوری وضع اقتصادیتون خوبه؟ شما که پیشبینی 1 میلیون بشکه تو صادرات داشتید، شما که قیمت نفت 50 دلار گذاشتید، الان که بهای نفت اومده 20 دلار شده یا کمتر و شما روزی 200,000 بشکه میتونید صادر کنید، چجوری وضع اقتصادی بهتره؟ بعد با کمال غرور میگه بله ما تومان هم رسمیش میکنیم، صفرا رو ور میداریم، نه نگران نباشید وضعمون خیلی خوبه. دائم هم اشاره به این مسئله بورس میکنن، حالا در حضور کارشناس مثل آقای دکتر منصور بنده نباید زیاد اظهار نظر بکنم، ایشون حتما خواهد گفت، ولی کلا میخوام بگم فردای کرونا در ایران فاجعه خواهد. یعنی من یک آینده سیاهی رو میبینم که اگر با یک شورش مردمی هم همراه بشه، اون وقت سید علی آقا نمیتونه بره گوشه لطیان گل بکنه، قصه خیلی فرق خواهد. خب آقای منصور، صحبت صفرها شد، آیا راه حل مسائل اقتصادی ایران اینه که بیان واحد پول رو تغییر بدن، چند تا صفر رو بردارن، یا باز صفرهای جدیدی تولید خواهد شد؟ چه خواهد بود پیامدهای این داستان؟ ببینید جناب چلنگ عزیز، این پدیده شناخته شده در ایران هم از کنم از حدود 17 سال باز این قضیه مطرح، ولی عرض کنم این چه مشکلی رو حل میکنه؟ مسئله تغییر نام پول، واحد پول و نیز حذف صفرها در طی 50 سال گذشته اقلا در 70 مورد و بیشتر رخ داده در کشورها. مسئله این است که این نتیجه چنین عملی چه خواهد شد؟ عملا ما با عوض کردن نام پول یا حذف صفرها هیچ کاری انجام نمیدیم. در واقع آثاری که برای مترتبه، خیلی ساده از بکنم، موارد بسیار کوچکی است. حجم پول در جریان کاهش پیدا کرد. به جای اینکه شما حجم مقدار زیادی پول هم کنید، مقدار کمتری رو لازم خواهید داشت. برای اینکه قیمت هر واحد اسکناس از کنم 10,000 برابر خواهد. اون وقت هزینه چاپ این اسکناس کم خواهد. در نتیجه این حجم بزرگ و حدود 9 میلیارد خط اسکناس در اقتصاد ایران این کاهش پیدا کرد. اون وقت فرسودگی این پولها که هزینه بزرگی رو به اقتصاد تحمیل میکنه، این کمتر خواهد. مثلا امروز شما در مورد ضرب سکه، هر سکه ارز کنم 50,000 تومانی، این قیمت تولیدش، هزینه تولیدش بالاتر است از قیمت ارزش خودش. در نتیجه این هزینه ها کاهش پیدا میکنه. ولی اگر این امر به موازات سیاست های پولی و مالی و اقتصاد مکرو انجام نگیره، به شکست منتهی میشه. این در کشورها نظیر ونزوئلا تجربه شده. عرض کنم در کشورهای نظیر عرض کنم زیمبابوه تجربه شده و خیلی از کشورهایی که مجبور شدن 3, 4, 5, 6 بار این صفرها را حذف کنند. عرض کنم در تمام اینها، در نتیجه اگر پا به پای این اقدامی در جهت مهار کردن تورم، راه افتادن تولید و رشد تولید انجام نگیره، این کارها کاملا یه اثره و یه اثر کوچکی دیگری هم خواهد داشت و اون اینه که وقتی شما پول کم ارزشتر رو تبدیل میکنید به پول پر ارزشتر، معمولا قیمت ها گرون میشه. برای اینکه چیزی که قیمتش امروز هست 1,000 تومان، فردا قراره بشه 1 تومان. معمولا اینطوری نمیشه، برای اینکه بازارهای متفاوت عکس‌العمل‌های متفاوت نشون میدن به دلایل فنی. گنگهی خریدار وقتی دیروز 1,000 تومان میداد، امروز زورش نخواهد آمد به جای 1 تومان 11,000 12,000 بده. در نتیجه 10-20% تورم جهش میکنه.
این پدیده رو حتی در کشور متمدن پیشرفته مثل فرانسه وقتی پولش تبدیل شد به یورو تجربه کرد. در نتیجه از این قضیه انتظار اعجاز نباید داشت. بله، یعنی باعث گرونی هم خواهد شد در فرانسه، هم اعتراض بده. همین نکته که اشاره کردید باعث سردرگمی بود مدت های مدید. و نمونه های موفق ما در ایتالیا کم و بیش به طور کوتاه بفرمایید ممنون میشیم، یا مثلا در ترکیه به همون دلیل بود که شما اشاره کردید یه کارهای دیگه هم انجام دادن نیست؟ یعنی برای مهار کردن همه درست، کارهای دیگه کارهای رازناکی نیستن. قضیه خیلی مهمه اینه که اگر شما یک سیاست کنترل توهم، سیاست پولی و سیاست مالیاتی سرمایه گذاری یعنی سیاست مالی اجرا می کنید و این موفق شد، گام آخرین شما تغییر واحد پول یا حذف صفر است. شما از حذف صفر نمی تونید شروع کنید، برای کاملا بی اثر خواهد. در نتیجه ما در ایران برای افزایش نقدینگی روزانه حدود 1400 میلیارد تومان نقدینگی افزایش پیدا میکنه، در حالی که تولید ملی به رقم رسمی 6% تا 9% رشد منفی داره. در این صورت تورم مهار شده که نیست، بلکه اجاق تورم داغه. شما در ازای این اقدام وقتی ادامه پیدا میکنه با تغییر نام حذف صفر هیچ کاری انجام ندید. خب آقای نوری‌زاده، برای مردم خب بسیار فرق میکنه، همونطور که اشاره کرد آقای منصور در فرانسه مدتی طول کشید تا بازار خودش رو به اصطلاح منطبق کرد مردم با تغییر پول، ولی در ایران هم خب طبعا هم همینه، برای مردم بسیار فرق میکنه درست، اما به نظر میرسه برای اونهایی که شیرهای نفت دستشونه بیت رهبری و بقیه فرق نمیکنه، همچنان ادامه خواهند داد. یا خیر چنین نیست، درآمدهای اونها هم اثر خواهد گذاشت. چه هست؟ ببینید آقای چالنگی، واحد پول اونا دلار و یورو و پوند و ایناست و با مردم کاری ندارن. حتی پول به مزدورانشون هم به ریال نمیدن یا که به تومن حالا بخوان بدن، به همون یورو میدن، دلار میدن، دینار کویتی میدن. اینی که در مسیر معاملات اونها، تعاملشون، ثروتشون اینا زیاد تغییر نمیکنه، بلکه به نظر من افزودم خواهد شد. یعنی اگر در نظر بگیریم آقای سبزوار رضایی 1000 تا اتوبوس مدرن دارن بین تهران و اصفهان، خب ثروت ایشون بیشتر خواهد شد، یا اون باقی که در تهران دارن قیمتش میشه 2 برابر. اما برای توده مردمی که شما اشاره کردید، واقعا من دارم میگم خیلی تلخه، یه آینده دردناکی آدم جلوشه. کارشناس اقتصادی هم مثل آقای دکتر منصور، اگه آدم مثل ایشون کارشناس نباشه، ایشون که حالا کارشناسه، میتونه تشخیص بده که آینده سیاهی در انتظار کشور ما هست. این عقل‌های بیعقل نادان آقای دکتر نیلی که به هر حال یه متخصص اقتصادی هست، به آقای روحانی هشدار داده بود که آقا این مسیری که تو داری میری و این حرفایی که تو داری میزنی فاجعه است. ولی خب گوش نه. علی طیب نیا وزیر اقتصاد همین هشدارا رو به روحانی قبل از کرونا در دولت پیشینش داد که آقا این بذل و بخشش ها به بنیادهای تابع رهبری عاقبت خوشی نداره، ولی آقای روحانی گوشش به دکار نبود، لبخند ناصر ابوالمکارم شکرفروش رو میخواست، حوزه رو میخواست راضی کنه، پول داد همینجوری، دفتر مقام معظم رهبری همینجوری امتیاز داد و پول داد بهشون و نوکرای جمهوری اسلامی در منطقه. بنابراین من بسیار متاسفم که روزگار تلخی در انتظار مردم هست. خب آقای منصور، واقعا همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد، آقای نیلی یا کسان دیگه که هشدار دادن، این هشدارها اگرم توجه بشه کارسازه یا نه؟ خانه از پای بست ویران است، آقای نیلی یا بقیه در پی نقش ایوان هستن، یعنی ساختار این اقتصاد قضیه چیه؟ این ساختار اقتصادی معیوبه یا عدم کاردانی یک نفر در حد رئیس جمهوری فقیه؟ مشکل کجاست؟ ببینید، مشکل کاردانی کارندانی نیست جناب جالبی. مشکل یک نظامی که بر پایه‌های دیگر می‌چرخد که در اونجا پشت
توسعه مردم، ملت، کشور مفاهیم قابل درک و موجودی نیستند. برگردم به متخصصان دولت و دولتی، یعنی جناب آقای استاد نیلی. من از ایشون همواره به عنوان اقتصاددان خوب نام بردم، ولی اقتصاددانی که در حیطه اقتصاد حرفای معقول میزنن، وقتی به درک سیاسی میرسن اونجا کمیتشون لنگه و زانو میزنن. من آخرین مصاحبه ایشون رو با در نهایت درد خوندم، برای اینکه ایشون ظاهراً افق دیگری ندارن. افق ایشون افق ولایت فقیه. در چارچوب ولایت فقیه ایشون پیشبینی میکنن که با روندی که داریم پیش میریم، پیشبینی روزهای سخت و بسیار سخت برای ما امروز امر واقع. ما میبینیم که به سوی فاجعه میریم، به معنا نرم میکنم. و بعد گفتن در این فاجعه که بهش میریم نیروهایی به سر کار میان بعد از دولت روحانی که وضعیت رو بدتر میکنن، روابط بین المللی رو خرابتر میکنن و اقتصاد رو در ید انحصار خود میگیرن. ولی به جای اینکه در این زمینه اون حمیت انسانی و مردی و وطن دوستیشون گل بکنه، به جای این سر تعظیم و تکریم در آستانه ولایت فقیه بر زمین میمالد و میگوید که من امیدوارم که بعد از این تحول نامیمونی که پیش خواهد اومد، عقلانیت شکوفه کنه و اینا درک بکنن که راه درست این نیست و این ممکنه از عمر من طولانی تر باشه، یعنی به عمر من قد ند. یعنی ادامه این فاجعه رو آقای نیلی و دوستانشون برای 30-40 سال بعد از این هم کاملا مجاز میدونن و سر عبودیت در برابر محراب ولایت به زمین میمالن و این نهایت بیخاصیتی این آدم هاست. آقای دکتر نیلی اقتصاددانی است که در سیاست برشکسته است، در وطن دوستی نمرش صفر، در نتیجه خودش در این خدمت نظام مونده و این حرفدار تشخیص اقتصادیش درسته. ببینید ایشون در دور اول دولت جناب روحانی ایشون برنامه کنترل تورم رو داد و با موفقیت نسبی اجرا شد. تورم 43% به حدود 10-11 حتی ادعا کردن 9% افتاد. ولی گام بعدی که خود ایشون پیشبینی کرده بود، ضرورت اجرای دگرگونی های ساختاری بود، یعنی گرفتن مالکیت ها از دست نهادهای زیر نظر رهبری و سپردن اون به بخش خصوصی که باید ایجاد بشه. ولی وقتی به اینجا رسیدن، ایشون عذرش این بود که سیاست گذار مانع مسئله شد و چون سیاست گذار یعنی ولایت فقیه و سپاه پاسداران و امنیت مانع قضیه شد، ایشون زانوی اطاعت به زمین زدند و تسلیم شد. به این ترتیب تکلیف ایشان همکارانشون با جمهوری اسلامی کاملا روشنه. وضعیت اقتصادی ایران به شدت عرض کنم ناگواره که در بحث دیگر که مطرح شدن عرض میکنم موضوعی که الان میگذره چیه. خواهش میکنم. بله، به این ترتیب آقای منصور حرفشون این است که خانه از پایبست ویران است، اقتصاد سر آخرش میرسه به ولی فقیه، خمس و زکات، روحانیتی که اومده حکومت میکنه و بعد در این خانه از پایبست ویران است نقش سپاه پاسداران و بیت رهبری، این دو عامل رو آقای نوری‌زاده شما چطور ارزیابی میکنید در یک همچین آشفته بازار اقتصادی؟ ببینید آقای چالنگی، نگاه حکومت وقتی به ملت نگاه این باشه که حکومت نوکر ملته، ما در بعد از مشروطیت در سالهای پهلوی دوم به دفعات میشیدیم که دولت مردان، نخست وزیر، بقیه میگفتن ما نوکر ملتی. این در خود مشروطم زیاد این تعبیر به کار برده شد. ولی وقتی یک حکومتی ملت رو نوکر دولت میدونه، رعایایی که باید خوشحال باشن، این تافتهای جدا بافته اومدن مملکت رو اشغال کردن
و دارن یه لقمه نونی جلوشون میندازن. ببینید آقای چالنگی، آدم رفتار حکومت ها رو که میبینه در بریتانیا، مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل جاهای دیگه، در اروپا یه مقدار بیشتر، چون این نظام اروپایی یه تاچ سوسیالیستی هم داره که خیلی انسانی است. این کرونا که اومد، خانه نشینی که شروع شد، این نظام به مردم به عنوان صاحبان کشور وظیفه داشت کمک کنه. حالا غیر از مقرری گذاشتن، غیر از شرکت ها رو تحت حمایت گرفتن، شرکت های کوچک و خیلی وامای سهل الوصول بهشون دادن اگه یه مقرراتی رو رعایت بکنن و چیزایی داشته باشه. ولی در جمهوری ولایت فقیه خیلی منت گذاشتن، 1,000,000 تومان به مردم بدن، 12% سود بذارن روش ازشون بگیر، گفتن از یارانشون کم میکنیم. خب این نشانه اینه که آقا برید خدا رو شکر کنید که ما یه لقمه نون جلوتون میندازیم. بنابراین چنین حکومتی، این هیچ ارتباطی با ملت نداره. من واقعا برام شگفتی آوره، ملکه بریتانیا بیشتر دیده میشه تا سید علی خامنه ای. تازه خیلی هم دیده بشه یه دوربین میذارن جلوش از تو خونش، ایشون از طریق اینترنت برای مردم پیام میده و به دیدن کارخانه ها میده، اصلا جوکه. چه چیزی رو حل میکنه آقای نوری‌زاده؟ مشکل فقط اینه که خامنه ای نمیاد در مردم. نه اساسا این چیزی که در ایران هست ما میتونیم تعریف کنیم که یک حکومت با همون حکومت های اطراف خودمون در ایران، این که در ایران هست، این مجموعه‌ای که در ایران هست، یه شرکت سهامی بزرگ، باندهای مختلفی هستن، چون در اسلام ما همچی چیزی، تاریخ اسلام ما نداریم. این چه هست؟ با انگلیس و اروپا که نمیشه مقایسه کرد، با حکومت های بغل خودمون، همون جنوب خلیج فارس، کشورهای مثل کویت، بقیه جا و حتی پاکستان، با وضعیت اقتصادی نه چندان رضایت بخشی که داره، از این بابت میگم حتی پاکستان، اون هم به برنامه هایی رو پیش بود. این اساسا نظام چه هست؟ شما به ما خواهید گفت. حتی افغانستان حضور ترس کنم، ما با یه مجموعه مافیایی روبرو هستیم. دقیقا عنوان مافیا بر این نظام می نشیند، خیلی هم مناسب این عنوان. اگه نگاه بکنید فامیل های مافیایی جمع شدن، یه گادفادر هم اونجا سید علی خامنه ای داره، ابزار سرکوب و کشتار هم سپاهه، این همون مافیا، این فیلم گادفادر، که گادفادر خودش هم مستقیم نمیگفت زیر دستش با برو بکش. حالا قرازم اینه که در این حکومت هم ما با یه مافیا سر و کار داریم، شما با یه حکومت سر و کار نداریم. نگاه کنید تک تک این آدم های حکومت سوابقشون رو ببینید، با افتخار میگن آقای فلان عضو گروه توحیدی صف بوده، 4 تا آمریکایی رو کشته، هلیکوپتر رو سردگون کرد، اون یکی میگه در قتل فرسیو دست داشته، اون یکی میگه در فلان بوده. یعنی عوامل حکومتی کارنامه درخشانشون آدم کشی است، اینه که در اعدام های اول انقلاب سهم داشتن، اینا امتیازاتی است که میگیرن برای اعتبار یافتن، و الا اون نیست که بیاد بگه آقا یک عمر علی سهیلی به مملکت خدمت میکنه، قوام سلطنه، دونه دونه مصدق، زاهدی، رزمارا، همه اینا رو بیاد بشینیم جلو اسمشون، اگر خطاهایی هم باشه یک کارنامه درخشان خدمت هم هست تو اون شرایط، و اون وقت اینها از رژیم گذشته ایراد میگیرن و اومدن تصفیه کردن، هزاران تن رو کشتن، ولی خودشون یه دزدای سرگردنه مافیا که گفت از زبان خودت محکومت میکنم، حرفایی هم که زد و نقیز میزنن در محکوم کردن خودشون. بله همطور که شرکت آقای نوری زده، کسانی که آدم کشتن تیر خلاص زدن، مقاماتی پیدا میکنن، قهرمانان این نظام کسانی میشن مثل قاسم سلیمانی که در آدم کشی در ایران نقش داشتن و همینطور در خارج از ایران و در منطقه عملیات تروریستی. متاسفانه ایران در چنین وضعیتی است. نظر و تفسیر شما رو میشنویم و سخنتون درباره بحران اقتصادی که اشاره کرده بودید و اینکه آیا این واقعا چه هست آقای منصور، این
مجموعه که در ایران حکومت میکنه چه نظام اقتصادی رو اساسا میشه تعریف کرد در ارتباط با این نظام یا هر چه که هست؟ ببینید، پایه و اساس این اقتصاد موجود جناب چالنگی اصل 45 قانون اساسی است که در اونجا در واقع تمامی ثروت ملت، اما از ثروت‌های روی زمین و زیر زمین، اما از هوا و فضا و زیر زمین، تمامی معادن، نفت و مس و هر چیز دیگر که زمین است، اینه همه مال ولی فقیه، مالکیت مال ایشون، جزء انفال، و ایشون می توانن این رو به تیول واگذار کنن، به دیگران واگذار. اصل قضیون کالی اصل 45 اصل 44 که در واقع تمامی صنایع بزرگ ایران مصادره شد. تمامی صنایع، من در ایران دوران دانشجویی در صنایعی که در حاشیه تهران بین تهران و کرج بودن تحقیق انجام دادم. صنایع بسیار بسیار بزرگ، از یخچال سازی و ماشین های انواع خانگی تمام چیزها و بعد اتومبیل و دیگر. اینجا صنایع بزرگی پا گرفته بود و ایران در واقع در مسیری که میرفت کره جنوبی شاگردی ایران رو میکرد برای آموزش مدیریت و تکنولوژی به ایران هیئت میفرستاد. خب تمامی این صنایع مصادره شد. این مصادره ها اون روز رفتن زیر نگین بنیاد مصدقه. بعد از حساب و کتابش، برای اینکه از اصولا از حساب دادن معاف شدن معلوم نیست، ولی شما حجم این قضیه رو با نگاهی به بودجه رسمی، یعنی بودجه کلی کشور میبینید. بودجه کلی کشور من به صورت نسبی خدمتتون عرض کنم، اگر به 4 حصه تقسیم کنید، 1 حصش مال اداره کشور، قریب 3 حصه مال این بنیاد هاست. در نتیجه حجم اون از حجم اقتصاد ملی بسیار بزرگتر. اون وقت مقدار مالیات که میپردازن از مجموع در حدود 150 تریلیون تومان مالیات که در بودجه منظور شده، فقط 16 میلیاردشو این سدون میدن، همه مالیات رو یدون میدن. اون اصلا حسابشان اعلام نمی کنن. علت این که ولایت در ایران دست باز داره و میتونه میلیاردها پول رو در منطقه هزینه کنه، برای اینکه تحت نظارت نیست، قانون هم نمیخواد، در ورای قانون در اختیاره. به این ترتیب این اقتصاد به هیچ وجه اقتصاد ملی نیست و اخیراً با تحولایی که در این چند سال دولت آقای روحانی در ایران رخ داده، حتی اون اختیارات سوری که مجلس بودجه رو تصویب کند و این حق انحصاری مجلسه، این هم از مجلس گرفته شده، رفته زیر نظر سه رئیس قوایی که در واقع تصمیمات اونا فقط با قبول رهبری قانونیت پیدا می کنه. در نتیجه این در واقع آخرین کودتای رهبری علیه مجلس و دسته های به ظاهر دموکراتیک. در این چنین وضعیتی طبیعی است که وضعیت اقتصاد به شدت زمین گیره و من در مورد دیگری خدمتتون توضیح خواهم داد که الان چه میگذره. در خب آقای نوری‌زاده، حکومت یا همه این مجموعه این باندهای مافیایی اینا در صدد هستن چیزی رو نشون بدن که در واقع به نظر میرسه در اصل نیست، اون مبارزه با فساده. هر چند گاه میبینیم یه عده‌ای رو به عنوان اختلاسگر و اینها محاکمه میکنن و به زندان‌های محکوم. اینها رو شما ریشه‌اش در کجا می‌بینید؟ خیلی هم میگن که همون برخوردهای مافیایی دهه 60 و 50 در شیکاگو و نیویورک هست، یه همچین چیزیست منطقه به شکل به اصطلاح ولایت مداران و فقاهتیش در ایران. کاملا. ببینید آقای چالنگی، اگه قرار با مبارزه با فساد بود، خب در درجه اول باید سراغ همین بنیادها میمدن. این پولا چی شده؟ این دزدی‌های کلان، این در واقع ستاد فرمان 8 ماده امام، شما به اونجا که رجوع بکنید دزدی های عجیب غریبی شده. یعنی من یه مورد براتون، مثلا آقای ولایتی یه خونه داشته توی قلهک،
این خونه کلنگیشو شهرداری ازش 150 میلیون تومان خریده. بعد آقای ولایتی اومده سعدآباد یک باغ از بنیاد مستضعفان یه باغ اومده گرفته به مبلغ چی؟ به مبلغ 300 میلیون تومان که مایی چقدر بده؟ مایی 50,000 تومان. یعنی آدم نگاه میکنه اون باقی که 10 میلیارد بیشتر میارزه آقای ولایتی گفته. خب این فسادا هم در درون این مجموعه وجود داره، میلیاردها پول آقای محمد باقر قالیباف سردار که قرار رئیس مجلس بشه ایشون خدا میدونه چقدر پول برده، یعنی رقمها کلافه میکنه آدم. بعد الان آقازادی، آقای خامنه‌ای، آقای مسعود خان علاقمند به عتیقه شدن و مبالغی که برای بازی ایشون صرف میشه میتونه واقعا یه شهر ایران را آباد کنه. خب نمونه های متعدد ما در این زمینه ها داریم و همونطور که من گفتم و جناب دکتر منصور هم اشاره کرد، چون ببینید با یه مجموعه روبرو هستید، دقیقا این مجموعه مافیایی اصلا به فکر ملت نیست و چون میدونه پایدار نخواهد بود، الان همشون آقازاده ها میرن، باجناق میره، شوهرخاله میره، این میرن نیوزیلند، میرن استرالیا، کانادا، جاها رو بخرن برای آینده، زمینه جور بکنن، همشون تو این اندیشه هستن. الان برادر آقای قالیباف تو کانادا چه سرمایه گذاری هایی کرده، یا آقای شمخانی اخویشون و فرزندشون در استرالیا. هر جا که شما نگاه بکنید آثار شوم این قوم بی خبر از خدا و از ملت آثارشون رو مشاهده میکنید. بنابراین شما اصلا نباید انتظار، یعنی ملت ایران هم نباید انتظار داشته باشه که اینها یک قدم به نفعش بردارن. تو همین ماجرای کرونا کاملا آشکار شد که این رژیم اصلا به اندیشه ملتی. خیلی هم جالب آقای چالنگی، آدمایی که مبتلا میشن از چهره های مشهور اغلب اونایی هن که منتقد نظامن. من نمیدونم چجوریه که این بیشه، مثلا آقای شهریاری شومن منتقد مبتلا میشه، آقای ستادی خسروشاهی که بعد از برگشتن از قاهره مرتب رژیم رو انتقاد میکرد مبتلا میشه که پسرش در رنجنامهش میگه، جنازهش میگه پیکرش تو گوشه بیمارستان 4 روز افتاده. میخوام بگم اصلا به این رژیم نباید مردم امید ببندن و واقعا به این نقطه برسن. ما اگر از شر ولایت فقیه راحت نشیم ایرانی وجود نخواهد داشت، ایران همدل و همبسته وجود نخواهد. البته اینی که آقای خسروشاهی امثال اون که در پایه‌گذاری رژیم سهیم بودن تردیدی نیست، اختلافاتی هم اگه پیدا کردن چه ماهیتی داشته، ولی نکته این آقای نوری‌زاده نکته این هستش که حکومت ایران در کشتن مخالفانش ولو خودی هم باشه هیچ مشکل نداره، آقای منتظری رو به راحتی کنار میذاره و این کارا رو کرده، اون هسته اصلی حکومت هرچی که هست. با شما خواهیم بود و به بازار بورس تهران سری خواهیم زد، بازار جهانی نفت، وضعیت ایران، سفره مردم ایران در حکومتی که هر دو جناح و مخلفات جناهای مختلف هم از تندرو اصلاح طلب در داخل و در خارج از ایران همه سهیم هستند در وضعیتی که اکنون مردم ایران با آن روبرو هستند بدون هیچ شبهه و گمانی. با من و شما در انگلستان هستند آقای حسن منصور استاد دانشگاه و آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، هر دو خانه نشین مانند میلیون ها میلیون انسان در سراسر جهان به حکم شیوع کرونا. تا لحظات دیگر. آقای منصور، بازار بورس تهران هست، خیلی ها میگن این یک حبابه و دستایی از پشت به اصطلاح این بازار داره اداره میکنه، حتی سهام شرکت هایی فروخته میشه که این شرکت ها عملا ورشکسته هستن یا هر چیز دیگه. از شما میشنویم که به طور دقیق دنبال میکنین این ماجرا رو. بله جناب چالنگی، ببینید بورس در واقع آینه اقتصاد ملی است، یعنی وقتی در اقتصاد رشد وجود داره در بورس هم رشد میشه.
وقتی در یک شرکت سود بالا میره، سهام اون شرکت بالا میره و بالعکس. در ایران تمامی شاخص ها رو به نزوله، یعنی رشد اقتصادی دست کم به رقم رسمی منهای 6.5%، تورم رسمی 41 تا 43%، بیکاری رسمی 16 تا 25% در سنین متقابل. سرمایه گذاری دیگه سالیان گذشته عملا به صفر است. در نتیجه هیچ دلیلی برای اینکه در ایران بورس بالا بره وجود ندارد. حالا در این شرایط شاخص بورس 70%، 71% ترقی نشون میده در دو ماه گذشته. اینجا یه معما بود. مسئله چی؟ در ایران هم مسائلی گفته شده، مسائل بسیار مربوط و مرحوم. ببینید پول نقدینگی فراوان که در ایران به صورت تصنعی و به صورت غیر عادی بالا است، یعنی نقدینگی معمولا برابر است با 75% تولید ملی به طور متوسط. در ایران از 100% تولید ملی بالاتره، یعنی تولید ملی اگر 2 تریلیون 200 تریلیون تومان باشه، نقدینگی 2 تریلیون 350 تریلیون تومان بالاتر. خب این اضافه نقدینگی این چرا صادر میشه؟ من اینو در جاهای دیگه توضیح دادم. عواملی وجود داره که موتور صدور پول رو همیشه در گردش میدن، یعنی پولی که باید برگرده به نزد بانک مرکزی، چون این بدهکاران که بنگاه‌های مالداری و پولداری و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستن اینو بر نمیگردونن، بانک مرکزی هم زورش نمیره، در اینجا میذاره دستونا بمونه. این تبدیل میشه بعد به پول پایه و به ازای هر یک تومن که نزد اونا میمونه بین 5 تا 7 تومن به نقدینگی افزوده میده. خب این جریان ادامه داره، پشتش مسائل سیاسی و مسائل قدرت مطرح. خب در چنین شرایطی الان نظام یه ارزیابی جدی داره، ارزیابی امنیت، و اون است که تمام کارشناسان خارجی و داخلی و در درون دستگاه امنیت به این نتیجه رسیدن که خیزش های دی و آبان با شدت بیشتر در گستره بیشتری، نه در نزد همون اقشار و طبقات بلکه در میان حاشیه نشین ها سر باز خواهد. خب این حدود 4-5 میلیون نفر حاشیه نشینی که تهران رو احاطه کردن، اگر اینا قیام بکنند و قیام کور تو خیابون بریزن، تکلیف نظام چیه؟ نظام از یک سو خودش آماده میکنه برای قتل عام کردن، اعلام کردن بیش از 1100 مورد زیر نظرشونه و در نتیجه برای اون آماده میکنه. از سوی دیگر میخوان جلوی این خیزش رو بگیرن. چه کار چگونه بگیرن؟ ببینید یکی دو در رقم عرض کنم براتون تا مسئله دستمون بشه موضوع شد. بودجه‌ای که امسال آقای روحانی عرضه کرد، این بودجه حدود 40% طبق ارزیابی و سنجش من 40% کمبود داشت. خب سوال این بود که از کجا میخواد تامین بشه؟ کمبود یعنی چی؟ شما آقای منصور میشه لطف کنید برای ممکن برخی از بینندگان ما با این اصطلاحات آشنا نباشن و مفهومش ساده نباشه، بچه‌ها وقتی یک بودجه کمبود داره نسبت به چی هست؟ یعنی برای برنامه‌هایی که اعلام میکنه یا برای همون مخارج روزمره است؟ خیلی بفهم. درآمدهای دولت از هزینه‌های اعلام شده که دولت کمتر، اینو بگیم کسری بودجه. دولت معمولا این کسری‌ها رو که اعلام نمیکنه در عمل سرباز میکنن، از بانک مرکزی پول میگیره، در نتیجه ایجاد تورم میکنه. هر سال این کاره. امسال حدود 40% این بودجه 550 هزار میلیارد تومانی کسری بود. به این مشکل اضافه شد مشکل کرونا. دولت متعهد شد که 100 تا 120 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی بکنه برای کرونا. خب این از کجا میخواد بیاره؟ تنقاه کردن وجود نداره. در نتیجه یه تعهد یه بدهی دیگر بدون تنقاه. در کنار این
تمام فشاری که به لحاظ عقلایی و از نزد برخی از اقتصاددانان داخل مطرح شده این است که این نظام راهی نداره جز دو راه پیش رو. یکی از این راه ها این است که اون بیش از 200 میلیارد دلاری که زیر نگین رهبری خابیده، یعنی مؤسسات و نهادهای انقلابی نظیر ستاد اجرایی و بنیاد محسن طبقه، اینها رو مشمول مالیات کنه، مالیات بگیره، از اونجا تامین کنه. راه دولت برای این بسته است، برای اینکه رهبر معظم جلوشون همیشه گرفتن گفتن نه. حتی اونجا که تایید کردن مالیات بگیرید، گفتن مالیات رو محاسبه کنید بگیرید بعد برگردونید پس بدید به بنیاد به آسان و قصر ازد. در نتیجه دولت مجاز نیست برای گرفتن مالیات از اینا. راه دوم از که اون اموال بسیار بزرگ مصادره شده که حجم اون رو وزارت اقتصاد چند ماه پیش معادل از قرار دلاری 10,000 تومان محاسبه کرده می شود 900 میلیارد دلار. 900 میلیارد دلار از قرار دلاری 10,000 تومان محاسبه وزارت اقتصاد. این املاک و مستغلات در اختیار این نظام، منتها مسئولان نظام اعلام کردن که ما حتی 60-70% این اطلاع نداریم کجا در کیه. خب پس اینها رو برنامه رسمی اعلام شده این است که یا اینها رو به صورت مولد در بیاریم، مدیریت منطقی برگزار کنیم شد، و یا اینکه اینها رو بفروشیم. خب در برابر این هم با موانع سیاسی جدی رو بروستر نشه عملا عملی نشد. دولت اخیرا حتی اگر این مجال ندارم من قطع کنم در قسمت دوم خدمت میتونی بدم برای که مسئله ولی خب آقای نورزادی همچین برنامه رو اشاره کردن، خود ایشون گفتن که زیر نظر درستی باید باشه، ولی واقعا چه فرقی میکنه الان تمام این مجموعه یکیست؟ فرض کنیم تمام این پولهایی که باز مال مردم از زیر نگین آقای خامنه ای از این دست به اون دست میشه، یعنی متولیه یه همچین سیستمی و کی باید باشه که مثلا این پولها از آقای خامنه ای مقدارش گیرم که همین فردا اومد گفت به عنوان خمس و زکات ما میدیم به ملت، میدن به همین دولت، این دولت هم وضعش اینه، از اون دست میره جای دیگه دوباره بعد میگرد بیت رهبری. متولی این پولها و این سرمایه ها با همین حکومت میشه حل کرد یا نه؟ بدون شک نمیشه حل کرد، بدون شک نمیشه حل کرد. ببین تو کار از پایه خرابه واقعا. خواجه در بند نقشه ایوانت شما گفتی درسته، برای که اساس این رژیم یک رژیم ضد مردمیه، رژیمی است که هیچ برنامه‌ای نداره. ببینید اینا برنامه‌شون چاپیدن ملت. من گاهی اوقات میخونم این حرفایی که اینا میزنن، امام زمان و نمیدونم مولا علی و حکومت علی و اینا، واقعا تأمل میکنم پیش خودم میگم حتی اگر اینها نظر مثبت هست نسبت به حکومت علی و امام زمان و غیره و غیره، اینا که به گندش کشیدن، اینا که دیگه مجال ندادن که مردم حتی با باورهای قدیمی خودشون زندگی کنن، نه ما با این رژیم به هیچ جا نمیرسیم. اگر نزالتی قرار بود باشه، خب باید مجلس نزالت داشت، تا صدای کسی مثل آقای صادقی در میاد پرونده سازی میکنن، دوره بعد رد صلاحیت میشه. داستان مجلس ششم در برابر ما هست. مجلس هفتم جنتی 170 نفر رو از نمایندگان ریخ بیرون، یعنی به همین راحتی. خب پس نظارتی هم وجود نداره و بنابراین واقعا ما باید بگیم ول معطل. یعنی ماها هیچ نوع امیدی اگر ببندیم به این رژیم یک امید واهی است و اصلا فکر نکنیم که امکان اصلاحات، امکان بیرون جستن از این بحران با بودن ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه ممکن. ولی خود کیان شریعت مداری هم نوشته بود آقای نوری‌زاده 80 تا نماینده مجلس کنونی به دلیل هپله هپو اصطلاحی که به کار برده باید تحت تعقیب قرار بگیرن.
یعنی در دایره خود حکومتی هم گفته میشه تمام اینها و بسیار بله. کاملا اینکه من میگم این نظام من درآوردی هست، تمام رئیس جمهوری های پیشین ممنوع نمیدونم تصویر و صلاحیت رد میشه و اینا. خب اینه که خود مردم قبل از اینکه اینا بشن 8 سال کشور رو داره مثلا بکنن گفته بودن، ولی به هر حال این هست. و اما در یه همچین شرایط کوتاه بفرمایید آقای منصور، اگه نکته مونده ولی مسئله نفت هست. در یه همچین شرایط ما ببینیم نفت سقوط کم سابقه ای داشته، چه پیامدهایی برای ایران داره، برای مردم ایران داره در یه همچین وضعیت و یه همچین حکومتی. جناب چلنگ عزیز، من اون مسئله‌ای که شما عرض می‌کردن اون نیمه کارمون، ببینید اجازه بدید این در دو دقیقه تموم کنم برگردم سر این. در چنین شرایطی که راه تامین تسریحا و هزینه ها از رهگذر گرفتن مالیات از نهادهای زیر نظر رهبری ممنوعه و در شرایطی که از اون 900 میلیارد دلار نمیشود عرض کنم فروخت و مواردی رو وارد بودجه دولت کرد، تنها راهی که میمونه چیه؟ تنها راه این است. اینا اخیراً اومدن یک شعبده ای را انداختن که از طریق اون شعبده تمام راه های جریان پول و بورس رو بستن، یعنی بازار طلا عملا متوقفه، بازار ارز عملا ممنوعه، بازار مستغلات و خاک و مسکن اینها به علت رکود متوقفه، تمام پولها متوجه شده به بورس. بورس و دولت و نظام با تمام قدرتش داره تبلیغات میکنه که اینجا امروز پول بذارین یه تومن فردا میشه 11,000 12,000، در نتیجه مردم میکشن اونجا که مردم سفته. موضوعی که انجام میگیر چیه؟ یک مهندسی حساب شده داره انجام میگیره که حدود 200-300,000 میلیارد تومان از جیب طبقات متوسط بکشن بیرون با این سهامی که عرضه میکنن، سهام عدالت، و برای هر خانواده دارنده سهام عدالت که امروز ارزش هر سهم رو به صدر رسمی 12 میلیون تومان اعلام کردن، هر خانواده، اگر خانواده هایی که باید طغیان کنن اون خانواده ها دارای 3 یا 7 سهم باشن، هر کدوم از اینا به 30-40 میلیون تومان پول دست پیدا میکنن. این پول کجا میارن؟ از جیب طبقات متوسطی که فریب خوردن که بیان این سهام رو بخرن. فردا اگر ورشکسته بشه چه اتفاق میفته؟ وقتی ورشکست بشه من همون طبقه ای که با نهضت سبز آمد به میدان و شکست خورد به لحاظ مالی هم شکست میخورد و دولت ککش نمیگرده، ولی این پول رو برای آرام کردن اون اقشار حاشیه نشین میپردازن. این مهندسی است که در ایران خیلی نفت رو کوتاه بفرمایید، یک دقیقه دو دقیقه وقت بیشتر نداریم درباره این که مسئله مهمی مثل نفت، این پایین اومدن قیمت نفت رو شما چطور می‌بینید؟ مسئله نفت ببینید مکانیزم بغرنج خودشو داره. به علت کرونا مصرف نفت پایین رفت، به این خاطر قیمت ها افتاد. در این شرایط عربستان سعودی و روسیه به علل بغرنج استراتژیک نتونستن موافقت کنن، هر دو چیراشون رو باز نگه داشتن. پوتین یک استراتژی دنبال میکرد که عمده استراتژیشون ورشکست کردن صنایع شیل آمریکا بود. عربستان سعودی برای تصرف بازارها به ویژه بازارهای ایران این کارو میکرد. خب نتیجه این شد که قیمت نفت که عامل عمده کرونا بود به زیر صفر عملا تا 37 دلار متر عملی شد. به این ترتیب درآمد ایران متوقف شده، نه فقط درآمد ایران، درآمد عراق وقتی متوقف میشه، عراق سالانه از ایران 10 میلیارد دلار معامله میکنه، پول معامله کردن نخواهد داشت، ایران طبعا کشش به گل میشه. خب آقای نورزاده، همین عراق نخست وزیرش آقای الکاظمی دعوت شده به عربستان، به نظر میرسه نزدیکی های بیشتری در راه، بغداد و ریاض، و چه اثراتی بر روابط عراق و حکومت ایران خواهد داشت در ارتباط به ویژه با مسئله نفت؟ بله ببینید، اگر یادتون باشه آقای حیدر عبادی نخست وزیری بود که با سعودی ها آمد و شد داشت و ازش حمایت میکردن. در اون دوران
میزان روابط تجارتی عربستان و عراق بالا رفت و خب دیدیم که عبادی چه بر سرش اومد. بعد آقای عادل عبدالبهتی که اومد اونم سعی کرد یک بالانس نگه داره، نتونست، در نتیجه کوتاه اومد. الان آقای مصطفی کاظمی با تجاربی که در مقام رئیس سازمان امنیت عراق داشته یه بالانسی ایجاد کرد، بخصوص که رابطه نزدیکی با آمریکایی‌ها داره و علیرغم اینکه چند تا از وزراش رأی نیاوردن، ولی من خودم هم باور نمی‌کردم 15 تا وزیرش رأی بیارن و او الان به هر حال دولت رو در دست گرفت. با ولیعهد سعودی گفتگوی گرمی داشتن، دعوت شد به ریاض و خب رژیم جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد نشست. همکنون دو تا از سفرهای قبلی رژیم که هر دو مال سپاه قدسن، آقای دانایفر و آقای قومی، هر دو در عراقن و دانایفر مخصوصا در این روزهای اخیر تلاش کرد جلوی نخست وزیری کاظمی رو بگیره، ولی تظاهرات مردم تو خیابونها علیه اونایی که با کاظمی مخالفن، ناچار رژیم عقب نشست. ولی این عقب نشینی به نظر من موقتیه و بازیهای رژیم دوباره شروع خواهد شد. آقای منصور، در کمتر از یک دقیقه اگر بخواید بگید به ما چه خواهید گفت؟ آیا سرنوشت اقتصاد ایران الان بیش از گذشته در این 40 سال وابسته نشده به کشورهای دیگه، کشورهای نفتی دیگه؟ چند تلمبه بیشتر کمتر؟ ببینید، تردید نیست دولت ایران در شرایط کنونی در شرایط غیر ممکنه قرار داره. در نتیجه تنها راهی که براش میمونه این است که تورم رو دامن خواهد زد، اقشاری رو در ایران برشکسته خواهد کرد برای آینده ایران. در نتیجه تلاش خودش خواهد کرد بلکه از کرونا استفاده کنه و تحریم ها رو کمتر بکنه. این تنها راهی است که در جلوی دولت وجود داره دلشوش کار میکنه، والا هیچ اقدامی برای اصلاح کردن وضعیت اقتصادی از سوی دولت ندیده و نشنیده شده. یعنی مجموعه حکومت منظور است؟ قبلا درست. سپاس بسیار داریم از شما آقای حسن منصور. با سپاس از شما و سپاسگزاریم آقای نوریزاده و مطمئنن باز هم در خونه خواهید موند. آقای نوریزاده نیست و آقای منصور، آقای منصور هم همینطور. امیدوار هستیم هرچه زودتر این بساط کرونا برچیده بشه و جهان دوباره به روال عادیش برگرده، با همون آزادی خواهی ها، کشورهای آزاد و با همون دیکتاتوری ها و مستبد هایی که رو به رفتن هستن به واسطه حرکت و جنبش های مردم و مطالبات مردم در هر جا که هستن، از جمله در ایران عزیز و همواره گرامی و ارجمند. سپاسگزار شما عزیزان که با ما بودید. تا این لحظه به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوز، زاگرس، تفتان، بینالود و درفک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.